من زمانی که قرار میشه کاری انجام بدم اینجا شروع کنه کار کردن و متاسفانه نمیسته، مثل یه آلویی که میندازی گوشه لپت خیس بخوره. این هست و دائم داره کار میکنه، کار به جایی رسیده که رفتن قرص دارن میخورن. به کورنر ماکان مهرپویا خوش اومدید. ماکان راهبر خلاقیت، فیلمساز تبلیغاتی. آخرین فرصت منم که کمک بکنم این ایده بیخود اشتباه 10% 15% کار بکنه. امروز به کوزی کورنر اومد تا با هم در مورد کوزی کورنرش صحبت کنیم. ببین من اون شب از اتوبوس نپریدم پایین که خلاقیتم روش بکنه. در مورد این که خلاقیتش چجوری شکل میگیره، وابسته به چه چیزهایی صحبت کردی؟ تجربیات ماست که توی کشوهایی تو جاهای مختلف حافظه ما قرار دارن و تو نیاز داری که اون کشوها رو دونه به دونه باز کنی، فایلاشو مثل این کتابخونه ها فایلا رو هی ورق بزنی، برسی به یه چیزی که شاید به درت بخوره، یه کلیدی پیدا بکنی شاید یه دری رو باز بکنه. در مورد تأثیرگذاری که خلاقیت تبلیغاتی ها میتونه روی جامعه داشته باشه صحبت کردیم. بیاگهی یه جوری ساخته شده فرقی نمی کنه برای چه برندیه، ولی تو دقیقا میفهمی کدوم رفیقت اینو ساخته. در مورد احساس وظیفه‌ای که باید توی ما شکل بگیره برای پیشرفت و رشد نه تنها خلاقیت که حتی اقتصاد صحبت کردیم. و همین باعث میشه که تو زمانی که داری مینویسی به این فکر نمی کنی که این تیکه را شاید مشتری دوست نداشته باشه، میگه من مینویسم چون میدونم برای مشتری کار میکنه. اگر فکر میکنید این موضوعات براتون جذاب میتونه باشه، با من و ماکان مهرپویا همراه باشید. Cozy Corner.